امروز با این جنبشی که در ایران اتفاق افتاده، در این شکوهی که جوانان ایرانی در خیابان‌های ایران از خودشون نشون دادن، نقش برجسته زنان در این جنبش، تمام ویژگی‌های مدرنی رو که این رو ما درش باهاش روبرو هستیم، باعث شده که جوانان ایرانی که در خارج به دنیا آمدن یا در اینجا بزرگ شدن، از کودکی در اینجا بودن و به نوعی دچار بحران هویتی بودن، بتونن امروز با سر افراشته بگن که ما از همون کشوری هستیم که با شعار زن زندگی آزادی الان مردمش به خیابون ریختن و دارن برای حقوقشون مبارزه میکنن، اون هم با رژیمی که فکر میکنم تمام پلشتی ها و پلیدی های تاریخ بشر رو در خودش جمع کرده. این نکته رو نباید فراموش کرد که کسانی که در ایران دارن الان مبارزه میکنن واقعا کارشون آسون نیست. حتی نازی ها هم یک حد و مرزهایی داشتن، ولی این رژیم این هیچ حد و مرزی در سرکوب نمیشناسه. این به نوعی میشه گفت یک نوع نوزایی هویت ملیه که وقتی که در ایران شعار داده میشه کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران، یا در فرض کنید در شهرهای شمالی شعار داده میشه از رشت تا کردستان جانم فدای ایران، و در خارج کشور شما انبوه پرچم های شیر و خورشید و نمادهای دیگه ملی رو میبینید، اینها نشانه هواداری از یک سیستم حکومتی خاص نیست. این اعلام وفاداری به یک پیوستار تاریخی و فرهنگیه که از قضای نسل دومی که به این گنجینه سترگ و پربار فرهنگی آگاهه و اون پیش داوری‌های قبلی رو نداره، حتی در موارد بیشتر از نسل اول بهش گرایش پیدا کرده و طبیعتاً این گرایشش رو میخواد با شرکت در این انقلاب بزرگ که من بیشتر حتی خصلت‌های و ویژگی‌های یک رنسانس رو در اون می‌بینم، میخواد در اون شرکت کنه و بخشی از اون باشه. این به نظر من یک ویژگی بسیار مهمیه که این جنبش تونسته به جهانیان نشون بده و باید پذیرفتش که خارج از کشور یا اونچه که دیاسپورا بهش گفته میشه همیشه یک تابعی از اون متغیری است که در ایران هست. شما 6 ماه پیش با هیچ فراخوانی امکان نداشت بتونین یک همچین جمعیت انبوهی رو در برلین، در کانادا یا همین به مناسبت روز حقوق بشر در استرالیا بتونین جمع بکنین، امکان نداشت. ولی تنها اون اتفاقاتی که در ایران میفته است که باعث میشه این حس فراگیر ملی دوباره زنده بشه و در این حس فراگیر ملی اتفاقا نسل دوم و سومی ها بسیار بسیار سهیم هستن و خودشون رو بخشی از اون میدونن. من فقط با یک مثال کوچیک میخوام برای این صحبت رو تموم بکنم و اون هم اینه که ببینید بعد از نابودی معبد دوم اورشلیم یهودیان در بیشتر از 130 کشور جهان پراکنده شدن و همیشه در نمازشون آرزوی بازگشت به یرز اسرائیل رو داشتن یا همون ارض موعود رو داشتن. و من چند وقت پیش نوشتم که ارض موعود ما از جنس آب و خاک نیست، ارض موعود ما از جنس فرهنگه و این آگاهی رو ما مدیون جنبشی هستیم که در ایران به وجود اومده و این نسل دوم و سومی که در اروپا هست داره به اون ارض موعود فرهنگی خودش باز میگرده. من ریشه رو در اینجا میبینم.